أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. از تو درباره انفال، غنایم و هر گونه مال بدون مالک مشخص سؤال می کنند. بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر است، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و خصومتهایی را که در میان شماست آشتی دهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهاشان ترسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزونتر می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. ها که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. آری مؤمنان حقیقی آنها هستند، برای آنان درجاتی مهم نزد پروردگارشان است و برای آنها آمرزش و روزی بی نقص و عیب است. همان گونه که خدا تو را به حق از خانه به سوی میدان بدر بیرون فرستاد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند ولی سرانجامش پیروزی بود، ناخشنودی عده‌ای از چگونگی تقسیم غنایم بدر نیز چنین است. آنها پس از روشن شدن حق باز با تو مجادله می کردند و چنان ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود که گویی به سوی مرگ رانده می شوند و آن را با چشم خود می نگرند. و بیاد دارید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه، کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها، نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر مسلح برای شما باشد و بر آن پیروز شوید، ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند. از این رو شما را برخلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد. با حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد، هرچند مجرمان کراهت داشته باشند. به خاطر بیاورید زمانی را که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پروردگارتان کمک می‌خواستید و او خواسته شما را پذیرفت و گفت من شما را با 1000 از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم، ولی خداوند این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست. خداوند توانا و حکیم است. و یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود شما را فرا گرفت و آبی از آسمان برایتان فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و گامها را با آن استوار دارد. بیادار موقعی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید، به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم، ضربه ها را بر بالاتر از گردن فرو دارید و همه انگشتانشان را قطع کنید. این به خاطر آن است که آنها با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیدند و هر کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند کیفر شدیدی می‌بیند و خداوند سخت کیفر است. این مجازات دنیا را بچشید و برای کافران
مجازات آتش در جهان دیگر خواهد بود. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید، به آنها پشت نکنید و فرار ننمایید. هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند، مگر آنکه هدفش کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد، چون این کسی به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامی است. این شما نبودید که آنها را کشتید، بلکه خداوند آنها را کشت، و این تو نبودی ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها انداختی، بلکه خدا انداخت، و خدا می‌خواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کند. خداوند شنوا و داناست. سرنوشت مؤمنان و کافران همان بود که دیدید، و خداوند سست کننده نقشه های کافران است. اگر شما فتح و پیروزی می خواهید، پیروزی به سراغ شما آمد، و اگر از مخالفت خودداری کنید برای شما بهتر است، و اگر بازگردید ما هم باز خواهیم گشت، و جمعیت شما هر چند زیاد باشد شما را از یاری خدا بی نیاز نخواهد کرد، و خداوند با مؤمنان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچی ننمایید در حالی که سخنان او را می شنوید، و همانند کسانی نباشید که می گفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمی شنیدند. بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمی کنند، و اگر خداوند خیری در آنها می دانست حرف حق را به گوش آنها می رساند، ولی با این حال که دارند اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی کرده و روی گردان می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد، و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود، و همه شما در قیامت نزد او گردآوری می شوید. و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد، بلکه همه را فرا خواهد گرفت، چرا که دیگران سکوت اختیار کردند. و بدانید خداوند سخت کیفر است. و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین گروهی کوچک و اندک و زبون بودید، آنچنان که می ترسیدید مردم شما را برو بایند، ولی او شما را پناه داد و با یاری خود تقویت کرد و از روزیهای پاکیزه بهره‌مند ساخت، شاید شکر نعمتش را به جا آورید. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید، و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است. بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش است، و برای کسانی که از عهده امتحان برایند پاداش عظیمی نزد خداست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد، و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد، و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است. به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند، آنها چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند، و خداوند هم
تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است. و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می شود می گویند شنیدیم، چیز مهمی نیست، ما هم اگر بخواهیم مثل آن را می گوییم. اینها همان افسانه های پیشینیان است، ولی دروغ می گویند و هرگز مثل آن را نمی آورند. و به خاطر بیاور زمانی را که گفتند پروردگارا اگر این حق است و از طرف توست بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودار یا عذاب دردناکی برای ما بفرست. ای پیامبر، تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند. چرا خدا آنها را مجازات نکند با اینکه از عبادت موحدان در کنار مسجد الحرام جلوگیری می کنند در حالی که سرپرست آن نیستند؟ سرپرست آن فقط پرهیزگارانند، ولی بیشتر آنها نمی دانند. آنها که مدعی هستند ما هم نماز داریم، نمازشان نزد خانه خدا چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس بچشید عذاب الهی را به خاطر کفرتان. آنها که کافر شدند اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا خرج می کنند. آنان این اموال را که برای به دست آوردنش زحمت کشیده اند در این راه مصرف می کنند، اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس شکست خواهند خورد و در جهان دیگر کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. اینها همه به خاطر آن است که خداوند می خواهد ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم سازد و یک جا در دوزخ قرار دهد. و اینها هستند زیانکاران. به آنها که کافر شدند بگو چنانچه از مخالفت باز ایستند و ایمان آورند گذشته آنها بخشوده خواهد شد، و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می شود و حکم نابودی آنان صادر می گردد. و با آنها پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد. و اگر آنها از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست خودداری کنند خداوند آنها را میپذیرد. خدا به آنچه انجام میدهند بیناست. و اگر سرپیچی کنند بدانید ضرری به شما نمیرسانند. خداوند سرپرست شماست. چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی. دانید هر گونه غنیمتی به دست آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان، روز جنگ بدر نازل کردیم ایمان آورده اید. و خداوند بر هر چیزی تواناست. در آن هنگام که شما در طرف پایین بودید و آنها در طرف بالا و دشمن بر شما برتری داشت و کاروان قریش پایین تر از شما بود و وضع چنان سخت بود که اگر با یک دیگر وعده می گذاشتید که در میدان نبرد حاضر شوید در انجام وعده خود اختلاف می کردید، ولی همه اینها برای آن بود که خداوند کاری را که می بایست انجام شود تحقق بخشد تا آنها که هلاک و گمراه می شوند از روی اتمام حجت باشد و آنها که زنده می شوند و هدایت می یابند از روی دلیل روشن باشد.
و خداوند شنوا و داناست. در آن هنگام که خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد و اگر فراوان نشان می داد مسلماً سست می شدید و درباره شروع جنگ با آنها کارتان به اختلاف می کشید، ولی خداوند شما را از شر اینها سالم نگه داشت. خداوند به آنچه درون سینه هاست داناست. و در آن هنگام که در میدان نبرد با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان می داد و شما را نیز به چشم آنها کم می نمود تا خداوند کاری را که می بایست انجام گیرد صورت بخشد و همه کارها به خداوند بازگردانده می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع و کشمکش نکنید که سست شوید و قدرت و شوکت شما از میان برود و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است و مانند کسانی نباشید که از روی هواپرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود به سوی میدان بدر بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند و سرانجام شکست خوردند و خداوند به آنچه عمل می کنند احاطه و آگاهی دارد. بیاد آور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی گردد و من همسایه و پناه دهنده شما هستم. اما هنگامی که دو گروه کافران و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان در برابر یکدیگر قرار گرفتند به عقب برگشت و گفت من از شما بیزارم، من چیزی میبینم که شما نمیبینید، من از خدا میترسم، خداوند سخت کیفر است. و هنگامی را که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری است میگفتند این گروه مسلمانان را دینشان مقرور ساخته است، آنها نمیدانستند که هر کس بر خدا توکل کند پیروز میگردد، خداوند قدرتمند و حکیم است. و اگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان مرگ جانشان را میگیرند و بر صورت و پشت آنها میزنند و میگویند بچشید عذاب سوزنده را، به حال آنان تأسف خواهی خورد. این در مقابل کارهایی است که از پیش فرستاده اید و خداوند نسبت به بندگانش هرگز ستم روا نمی دارد. حال این گروه مشرکان همانند حال نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنان بودند. آنها آیات خدا را انکار کردند، خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر داد. خداوند قوی و سخت کیفر است. این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی دهد جز آن که آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست. این درست شبیه حال فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ظالم و ستمگر بودند. یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند، همان کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان خود را می شکنند و از پیمان شکنی و خیانت پرهیز ندارند. اگر آنها را در میدان جنگ بیابی آنچنان به آنها حمله کن که جمعیت هایی که پشت سر آنها هستند پراکنده شوند،
شاید متذکر گردند و عبرت گیرند. و هرگاه با ظهور نشانه هایی از خیانت گروهی بین داشته باشی که عهد خود را شکسته حمله غافل گیرانه کنند، به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است، زیرا خداوند خائنان را دوست نمی دارد. ها که راه کفر پیش گرفتند، گمان نکنند با این اعمال پیش برده اند و از قلمرو کیفر ما بیرون رفته اند. آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد. هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین اسبهای ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید و همچنین گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد و هرچه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد و اگر تمایل به صلح نشان دهند تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست. و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است، او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد و دلهای آنها را با هم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی توانستی، ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است. ای پیامبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است، فقط بر آنها تکیه کن. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن. هرگاه 20 نفر با استقامت از شما باشند، بر 200 نفر غلبه می کنند و اگر 100 نفر باشند، بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می گردند، چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند. مکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است، بنابراین هرگاه 100 نفر با استقامت از شما باشند، بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر 1000 نفر باشند، بر 2000 نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد و خدا با صابران است. هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی از دشمن بگیرد تا کاملا بر آنها پیروز گردد و جای پای خود را در زمین محکم کند. شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید و مایلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید، ولی خداوند سرای دیگر را برای شما می خواهد و خداوند قادر و حکیم است. اگر فرمان سابق خدا نبود که بدون ابلاغ هیچ امتی را کیفر ندهد، به خاطر چیزی که گرفتید مجازات بزرگی به شما می رسید. از آنچه به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید. خداوند آمرزنده و مهربان است. ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند و نیات پاکی داشته باشید، بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما می‌دهد و شما را می‌بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند، تازگی ندارد. آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند شما را بر آنها پیروز کرد. خداوند دانا و حکیم است. کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند
و آنها که پناه دادند و یاری نمودند آنها یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچ گونه ولایت در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند و تنها اگر در حفظ دین خود از شما یاری طلبند بر شماست که آنها را یاری کنید جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان ترک مخاصمه است و خداوند به آنچه عمل می کنید بیناست. کسانی که کافر شدند اولیا و یاوران و مدافعان یکدیگرند. اگر این دستور را انجام ندهید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می دهد و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند آنان مؤمنان حقیقی اند برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شایسته ایست و کسانی که بعدن ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و خیشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا مقرر داشته از دیگران سزاوارترند خداوند به همه چیز داناست.